سلام به شما بینندگان تلویزیون کانال جدید. به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی خوش آمدید. با قسمت 16 از سری برنامه های شکنجه و تاثیرات اون در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته صحبت کردیم در رابطه با اعدام به عنوان یک شکنجه. اما در این برنامه خواهیم پرداخت به بحث اعترافات اجباری. در این برنامه همراه هستیم با عزت مصلی نژاد، کارشناس ارشد حقوق بشر در سازمان کانادایی پشتیبانی از قربانیان شکنجه و نویسنده کتاب شکنجه در عصر ترس. طبق روال هر برنامه در ابتدا از همه شما عزیزان دعوت میکنم که اگر که شما هم متحمل شکنجه شدید و تجربیاتی دارید، در صورتی که فکر میکنید با درمیون گذاشتن اونها با ما میتونه به خودتون و یا سایر عزیزانی که متحمل شکنجه شدن کمکی بکنه، خوشحال میشیم که اونها رو با ما به اشتراک بذارید. ما هم با حفظ حریم شخصی شما اونها رو در برنامه مطرح میکنیم و با کارشناسان عزیزمون در رابطه با اونها صحبت میکنیم. اما بپردازیم به بحث امروز در رابطه با اعترافات اجباری که نوعی شکنجه محسوب میشه که طی اجرای اون حقوق اولیه فرد به عنوان یک انسان و یک زندانی سلب میشه. در این روش نیروهای امنیتی و بازجوهای جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدف خودشون از روشهای تقریبا مشابه برای افراد مختلف استفاده میکنن. با ما همراه باشید تا بپردازیم به تاریخچه اعترافات اجباری، همچنین صحبت بکنیم در رابطه با اینکه چه شرایطی برای یک زندانی پیش میاد تا اعترافات اجباری رو میپذیره و اینکه تاثیر این اعترافات بر روی خودش و بر روی خانوادش و همچنین بر روی جامعه چه چیزی میتونه باشه و اساساً هدف جمهوری اسلامی از پخش اعترافات اجباری چه میتونه باشه. با ما همراه باشید. سلام میکنم به شما عزت مصلی نژاد، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم، لطف دارید. منم به تمام بینندگان و شنوندگان درود میفرستم و امیدوارم که سیر و سفر خیلی سازنده‌ای داشته باشیم امروز. ممنونم از شما. خب همون جوری که در ابتدا گفتم، امروز میخوایم بپردازیم به بحث اعترافات اجباری با توجه به اتفاقی که این چند روزه پیش اومده، اون هم در رابطه با سپیده رشنو، شاعر، نویسنده و داستان نویس، ویراستار و عکاس که یکی از معترضین به اجاب اجباری بود که در 25 تیر ماه بازداشت شد و متاسفانه همین چند روزه فیلم اعترافات اجباری اون در صدا سیما پخش شد و خبری که به تازگی منتشر شده اینه که اون رو با تعدادی از مأمورین به بیمارستان طالقانی منتقل کردن به دلیل خونریزی داخلی که ناشی از ضرباتی که مأموران به اون وارد کردن این اتفاق افتاده. خب میخوایم به این موضوع بپردازیم، اعترافات اجباری. در ابتدا سوالی که از شما دارم اینه که یک تاریخچه کوتاهی از اعترافات اجباری برای ما و بینندگانمون بگید. من نمیدونم منظورتون از اعترافات اجباری چیه، چون اعتراف در زیر شکنجه، خب وقتی که دکتر هوگو کتاب اعترافات می‌نویسه، داوطلبانه یک سری خاطرات خودش با بینندگان در میون می‌ذاره. حتی خیلی قبل از دکتر هوگو، سن آگوستین کتابی نوشته به نام اعترافات که حتی صحبت میکنه که گلابی میدوزید مسکونی همسایه، نه به خاطر اینکه گلابی احتیاج داشتیم، به خاطر لذت دزدی. خب این اعترافیه که میکنه از روی رضا و رغبت. ما اما وقتی میرسیم به شکنجه، شکنجه یکی از هدفاش بر اساس ماده یک کنوانسیون ضد شکنجه گرفتن اعتراف هست یا اطلاعات هست با روشی که توأم با درد جانکاه و از طریق مقامات یک کشور انجام میشه. به این ترتیب در واقع
یکی از هدفهای شکنجه گرفتن اعتراف هست. ولی اینجا من خدمتتون عرض کنم که دو روش در دادرسی داریم در کل جهان. یه روشی هست که بهش میگن روش جدل برانگیز یا adversarial system که بهترین روشه برای دادرسی، یعنی در صحنه دادگاه دو طرف داریم، یه طرف متهم وکیل مدافع و طرف دیگه دادستان و رئیس دادگاه هم چیه؟ کاملا بی‌طرفه، همین حرف اینا میشنوه، حرف شاکی میشنوه. در این جریان توی صحنه دادگاه اینا با هم جدل میکنن و در این جدل هست که در واقع واقعیت روشن میشه و اعتراف هیچ جایی نداره. و حتی اگه اعترافی وجود داشته باشه در جریان در واقع این نظام قضایی جدل انگیز اعتراف و حاشیه رانده میشه و اصلا کلن کنار گذاشته میشه. یعنی اعتراف نقشی در واقع حکم دادگاه نداره. منتها متاسفانه در سیستم هایی هستن که جدل برانگیز نیستن، اعتراف که نقش مهم در محکومیت داره و به خاطر اعتراف گرفتن از قدیم حتی در سیستم پلیس معمولی که در واقع خشونت بود، شکنجه به معنی حقوقیش نبود، باز شکنجه میکردن، آزار میدادن که اعتراف بگیرن. بنابراین این اعتراف در واقع بخشی از نظام قضایی بسیار کهنه و بسیار پوسیده است. و اما یک مطلبی که در مورد خانم سپیده رشنود صورت گرفته که من با تمام وجود ایشون احترام میذارم و این که اومده پشت تلویزیون اینه کاملا درد میکنم، مسئله اعتراف در زیر شکنجه نیست به خاطر محکومیت. ایشون میارن پشت جلو تلویزیون میگن در برابر مردم اعتراف کن که تو چیه؟ این کارا کردی و اشتباه کردی. خب این خودش به مفهوم ماده یک شکنجه نیست، چون اینجا در جانکاه فیزیکی یا روحی و برای گرفتن اعتراف نیست اون صورت. ولی این برنامه ماده 16 کنوانسیون ضد شکنجه نوع رفتار توهین‌آمیز، رفتار ضد انسانی و رفتار شقاوت‌باره که در واقع جزء شکنجه هست، یعنی در مقوله شکنجه قرار میگیره. بنابراین با این مسئله کاملا جنبه غیر قانونی و غیر انسانی داره و هدفش هم اینه که یک، این رژیم رو از طرف جامعه به رسمیت بشناسونه، دومی که اون فردی که میاد پشت تلویزیون اعتراف میکنه در هم بشکنه، تحقیرش کنه، به خود تحقیر نوعی از شکنجه روانی محصول میشه، و سومی که بیاد و مردم رو به ترسونه، ای هیچ کار نکن اینا، شما هم به سرنوشت سپیده رشمی در دوچار میشین. دانش به خیر دانشمند ایرانی محقق ادیب آقای سیدی سیرجانی قبل از اینکه دستگیر بشه رو به ملت کرد و گفت اگر یه زمانی من آوردن پشت تلویزیون به اعتراف کردم، اعترافات من بالکل باور نکنید. و با تمام اینکه این گوشدار داده بود باز رژیم هیچ شرمی نکرد و ایشان آورد پشت تلویزیون چی؟ ایشون مواد مخدر میکشته، تریاک میکشته. خب بکشه اگه احتیاج داشته، خب این که جرم نیست. دومی که ایشون همجنسگرا بوده، خب همجنسگرا هم بوده در یه نظام مترقی، الان در بیش از 30 کشور جهان ازدواج همجنسگرایان قانونیه، یعنی برمیگرده به یه چیزی قرون وسطایی و بربر منشانه و چیزی که فکر میکنه جامعه نسبت به او حساسه
و شخصیت ایشون میخواد در هم بشکنه. هرگز شخصیت سید سیرجانی در هم نشکست، امروز مثل ستاره میدرخشه و ما بیش از پیش از آثار ارزنده ایشون استفاده میکنیم. بله، خب شما اشاره کردید به اینکه حالا طبق قانون نمیشه گفت این شکنجه است و از اون طرف هم طبق کنوانسیونی که مطرح کردید گفتید که خب این یک رفتار شنیه و در واقع هم اگر که بخوایم فکرشو بکنیم اینه که چطوری میتونه یک انسانی که حالا معترضه و فکر خودش رو داره، حالا مخالفتی داره با این نظام، اما بیاد و دروغ‌هایی رو تحویل مردم بده و پشت تلویزیون بگه که به هیچ کدوم از اونا باور نداره و خیلی از آدم ها اومدن نشستن و اون دروغ‌ها رو تکرار کردن و یک سلب فردیت از اون شخص میشه و واقعا به نظر من و خب شما هم فرمودید این واقعا یک شکنجه است، یک شکنجه‌ای که حالا شاید جسمی نباشه ولی خب پشت این اعترافات اجباری هم به این برسم که شکنجه وجود داره و میخوام از این شرایط برای من بگید که چه شرایطی رو زندانی میگذرونه که میپذیره که بیا جلوی دوربین بشینه جلوی میلیون ها نفر، منکر این بشه که معترض بوده، فکری داشته، عقیده ای داشته و الان بزنه زیر همه چیز و یا اینکه بگه که من خب از جای خط میگرفتم یا بالفرض توی اون حالت ندونستم دارم چی کار میکنم و یا خیلی از حرفای دیگه که بهش میگن که باید بزنی. چه اتفاق میفته؟ مسلما شکنجه های صورت میگیره. این شکنجه ها چیه؟ بدونید که زمانی که آقای احسان طبری کتاب کجراهه نوشت خیلی ها اومدن بهش لعنت کردن، بدترین حرفا مثالش کرد که این در اومده خودش نقد کرده کلن کج رو همیشته. من به هیچ وقت ایشونه سرزنش نکردم، چون وقتی تو زندانی هستی، یک زندانی در واقع کاملا بی‌پناهه، شکنجه‌گر هر کاری میخواد بکنه نسبت به زندانی میکنه و زندانی تنها فقط یه راه داره، مقاومته. شکنجه‌گر سیستم هایی داره که این مقاومت رو در هم بشکنه. البته من آقای احسان طبری رو سرزنش کردم ولی نه به خاطر که در زندان اعتراف کرده یا تجراحه نمیشته، من ایشون سرزنش کردم با تمام وجود به خاطر که قبل از زندان از این رژیم خونخوار و سفاک جانبداری کرد و زدی امپریالیست و فلان بهمان دانست که خودش هم میدونست که این نظام چیه، روی حالت سازشگاری منتها مسئله که الان وجود داره شکنجه‌گریه که بیمرامه. هیچ گونه اصول جد گرفتن اعتراف و در هم شکستن زندانی نداره، یعنی هدفش اینه که زندانی را بکشه بدون اینکه جسمش از بین بره و این کار گاهی اوقات خیلی اوقات موفق میشه. من یه مثال بزنم در مورد زمانی که در زمان شاه خودمون من خودم زندانی بودم. یک شیوهی داشتن برای گرفتن اعتراف فوری از چریکا، باسنه میسوزندم و در عرض 2-3 ثانیه دود میرفت هوا. در اون شرایط شما خودت نیستی، در اون شرایط انسان به ابتدایی ترین غریزه حیوانش تنزل داده میشه و در اون شرایط فرد هر چیزی ممکنه بگه و خیلی کم کسی بود که در اون شرایط میتونه لو نده. بنابراین جمهوری اسلامی شکنجه های دور شاه را مقدس کرد، 10 برابر کرد، جنبه بربرمنشانه بهش داد. حالا شما اون خانم رشنو که میام اونجا میگه دروغ، میگه بله من دروغ نمیگه، دروغ رژیم میگه، دروغ تو زبونی گذاشته، ایشون شستشوی مغزی داده شده. بسیار از آدمی که شکنجه شده بعد از مدت اومدن گفتن تحت فشار بود که
ما این حرفا را زدیم. اما شیوه های شستشوی مرفی مثلا وقتی که میذارن در قبر یا تابوت یا گاودانی و ارتباط فرد به دنیا خارج چیه قطع میکنن، یا اینکه زمانی که این حد رو تک میزنن که فرد دیگه خودش نیست، یا شکنجه های روحی. مثلا اگر شما بچه‌ای داشته باشید که خیلی دوستش داشته باشید، میارم جلو بهت و میگم میکشیمش، حالا تو چیکار رو خیلی بکنی؟ یا در مورد زنان تهدید به تجاوز جنسی. من خودم یک کلاینتی داشتم، یه یاریجویی داشتم که بعد دو تا بچه‌شو زنشه میکشن، یه چیز سفیدی میندازن روش، ملافه سفید، میگن برو آشغالات جمع کن. ببین این فرد در هم شکست، این فرد هر کاری که چیه بهش بگن یه خودش نیست، یعنی به مرحله این رسه دیگه فرد خودش نیست در شرایط شکنجه و ممکنه بیاد چیزی که تو زبونش میذارن بازگو بکنه. و این که در واقع دستگاه شکنجه انسان رو تبدیل به یک در واقع حیوانی میکنه که فقط مثل بره به دنبال صاحبش میفته، و این اون چی که باید ما سرزنش کنیم دستگاه شکنجه هست، شکنجه‌گرا هست و کل سیستم سیاسیه که شکنجه رو نه تنها اجازه میده بلکه تخصیص میده. بله دقیقا. خب ولی حالا فکر کنم اون تیکه صحبت منو شاید درست بیان نکرده باشم. منظورم این بود که دقیقا دروغ‌هایی رو تحمیل میکنن به اون شخص که میاد اعتراف بکنه، که اون شخص خودش میدونه که دروغه ولی خب مجبوره که تن بده به دروغ‌هایی که حکومت داره بهش میگه تا اونها رو بیان بکنه. من شما ممنونم، متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، اما خب در برنامه آینده ادامه این موضوع رو با شما به پیش خواهیم برد. ممنونم از شما. متشکرم. بله ممنونم از شما که با ما همراه بودید. شما عزیزان میتونید پیشنهادات خودتون رو و پرسش‌های خودتون رو در رابطه با برنامه با آدرس‌های تماسی که در زیر می‌بینید برای ما ارسال بکنید و همچنین تجربیات خودتون رو برای ما، اگر که شکنجه شدید و اگر که می‌دونید که می‌تونه کمکی بکنه به شما، برای ما ارسال بکنید. ممنون از این که همراه ما بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.